بینندگان گرامی، ارتباط ما با دکتر سید محمد نقوی برقرار شده. جناب نقوی، سلام و عرض ادب. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. ممنونم. جناب نقوی، چگونه نظام حاکم بر سعودی با به رسمیت شناختن و حفظ آثار تاریخی به جا مانده از دوره پیش از اسلام و تخریب آثار اسلامی از جمله بقی خود را خادم حرمین شریفین می دانند؟ بفرمید. از کنی خدمت این در مدت ها دولت یعنی حکومت عربستان یک دوگانه بین اسلامگره ها و مورخین داره که من اتفاقا چند وقت پیش خدمت یکی از این مستشرقان آقای کریستین روبان بودم که ایشون مسئول بازرسی آثار باستانی عربستان و اردن هست و ازش پرسیدم همین تیه سوال همینطوری پرسیدم ایشون گفت که من مدت هاست من نزدیک 70 ساله که 60-70 ساله که این هیئت های فرانسوی و آلمانی در اونجا کارهای باستانشناسی انجام میدن ولی خب اونا رو منتشر نمی کنن دولت به خاطر این ملاحظاتی که اسلامگره ها دارند و مخصوصا حالا علما دارن اونجا خب اونا رو منتشر نمی کرد که الان به مقدار تغییر کرده قضیه با محدود کردن علما در مکه و مدینه از قدیم هم همینطوری بوده ولی خب یک علاوه بر این که یه دوگانه هست که آثار اسلامی خیلی بهش بها داده نشد به خاطر اینکه بیشتر مکه و مدینه تحت امر علما و علمای وهابی بود و دولت هم یک قرارداد ننوشته با اینا داشت که با اینا کاری نداشته باشه اونا هم با دولت کاری نداشته باشن به خاطر این به مسائل تاریخی خیلی نمیدونه گیری به اینا به مسائل نمیدن و الان هم که بعد از مدتی که محمد بن سلمان اومده خب خیلی قدرت علما رو محدود کرده و الان حتی در مکه و مدینه هم به آثار تاریخی دارن میپردازن ولی خب به هر حال اون قضیه خیلی مهم هستش که آثار شیعی رو بهش بهایی داده نمیشه و حالا هنوز هم سعی میشه که حالا یا به نحوی مورد یعنی بهش توجهی نشه یا خب از بین بشه برد با بدون اینکه صداش در بیاد اون قضیه سر جای خودش هست ولی خب این یه دورانی هست که از قدیم بوده و هنوز هم هست و اون خادم الحرمین شریفین دیگه به هر حال یک لقبیه که رسما دارن دیگه. جناب دکتر نقوی، آیا علمای وهابی و تکفیری نسبت به حفظ آثار باستانی دوران پیش از اسلام اعتراضی نمی کنند؟ آیا حفظ این آثار و تلاش برای جذب توریست های غربی برای بازدید از این آثار کفر و شرک نیست؟ چرا عربستان زیارت مسلمانان از قبور متبرکه بقی را کفر و شرک می دانند اما بازدید از این آثار پیش از اسلام را کفر و شرک نمی دانند؟ بفرمایید. عرض کنم که همون این برمیگرده به همون قرارداد که با علمای وهابی دولت داره از همون اوائل تشکیل دولت سعودی و خب خیلی دخالتی در امور اونا نمی کنه دولت خود دولت یا حکومت عربستان یک حالت سکولار داره ولی خب جلوی کارهای علما رو نمیگیره چون به هر حال منافعش اونجا طوریه که نمیتونه باهاشون درگیر بشه ولی اخیراً مخصوصا تو این چند سالی که یک تغییراتی در مورد مسائل توریستی اون انجام شد خب علما یه سری موضع‌گیری هایی کردن علمای وهابی حتی خطیب مکه هم یه موضع‌گیری کرد که بعد از اون یک با فشارهایی که دولت حکومت و همین مخصوصا خود محمد بن سلمان آورد دیگه یواش یواش قدرت علما رو اینا کم کردن خیلی و علما دیگه الان خیلی به این موارد نمیپردازن در موردش صحبتی نمیکنن ولی خب به هر حال مخالفتی که اونا با این آثار تاریخی و این حفظشون و اومدن توریست ها و این ندارن اون سر جای خودش هست ولی خب دیگه قدرت سابق رو ندارن که حرفی بزنن. بله، ممنونم. با تشکر از دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه از کراچی، که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.